افسانه خوشبختی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود هر کی بنده خداست بگه یا خدا و اما بعد روزی بود و روزگاری و شهری و ولایتی با مردمی پرکار و بیآزار مردم شهر قصه ما هر طور که بود زندگی می کردن و با مشکلات می جنگیدن و خدا و شاکر بودن و چشم حسرت به دست بی هیچ غریبه و غریبه پرستی نمی دوختن. و در عوض تا دلتون بخواد در بدر در تو هر گوشه ای از شهرها و ولایات و این دنیای بزرگ دنبال آشنا و همدلی میگشتن که حرف دلشون رو باهاش بزنن و اگه مشکلی داشت چاره سازش بشن و اگه باری بر دوشش بود از رو دوشش برداره باری زندگی مردم این ولایت با خوشی و ناخوشی و خنده و گریه و غم و شادی میگذشت که یه دفعه جار و جنجال و حیاهو و ولوله تو شهر افتاد که بیا و تماشا کن موضوع از این قرار بود که شبی از شبها که ظلمت و تاریکی همه شهر رو فرا گرفته بود صدای جارچی همه جا پیچید آی مردم شهر پیرها جوانها نوجوانها بدونید و آگاه باشید که دختر شاه فرنگستون درد بیدرمونی گرفته که حکیمان و طبیبان هفت اقلیم از مداواش عاجز موندن هر کس بتونه خودش رو به فرنگستون برسونه و دختر شاه اونجا رو درمون کنه برای همیشه خوشبخت و سعادتمند میشه زود بکوشید و بجوشید که فردا دیره بله دیگه وضع از روز خدا هم روشنتره که چی شد و چی پیش اومد همه ی جوانها و نوجوانها به سرشون زد که برای مداوای اون دختر راهی فرنگستون بشن خلاصه با این وسوسه جارچی که میگفت آشناست ولی غریبه بود و میگفت همین جاست ولی خیلی دور بود کاسه کوزه زندگی مردم به هم ریخت جوانایی که پول داشتن و دستشون به دهنشون میرسید خیلی زود راهی فرنگستون شدن اما اونهایی که هشتشون گروی نوهشون بود با قرض و قوله کردن و به این در و اون در زدن و به این و اون رو انداختن و دست گدایی جلوی هر اهل و نااهلی دراز کردن چند سکه ای فراهم می کردن و راه فرنگستون رو در پیش می گرفتن. چند وقتی گذشت طالبین مداوای دختر شاه فرنگستون می رفتن و ازشون خبری نمی شد و جارچی غریبه هم هر شب مردم رو وسوسه میکرد که دل از شهر و دیارشون بکنن و راهی بشن القصه تو گوشه ای از اون شهر جوونی به اسم مراد با مادر پیرش زندگی می کرد مراد زندگی بی دغدغه و بی درد سری داشت اون هر روز صبح علت طلوع برای کسب روزی حلال از خونه و کاشونش بیرون میرفت و دمدمای غروب به خونه برمیگشت و نون بخور و نمیری به دست می آورد و با مادر پیرش میخورد و هر طور که بود چرخ زندگیشون میگشت و محتاج این و اونم نبوده از خدا پنهون نیست از شما چرا پنهون باشه مادر پیر مراد این آخریا بنا داشت آستینا رو بالا بزنه و بالاخره سر و سامونی به زندگی تنها پسرش بده تا اینکه یکی از روزها مراد برای کار از خونش بیرون نرفت مادر نگران شد و پرسید پسرم عزیز دلبندم چی شده؟ چرا سر کار و پیشه خودت نمیری؟ نکنه ناخوش شدی مادر؟ مراد در حالی که غرق فکر و خیال بود گفت نه مادر ناخوش نیستم که هیچ تا دلت بخواد سر حال و قبراغم ولی نرفتن من سر کار دلیل دیگه ای داره مادر دستی بر سر پسرش کشید و گفت هرچی تو دلته بگو مادر بگو که چرا حال و احوال هر روز رو نداری؟ اگه نخوای به من بگی به کی میخوای بگی؟ مراد گفت ولی این شرطی داره به این شرط که از کوره در نری و از دست من عصبانی نشی و بذاری راهی رو که انتخاب کردم برم و روی منو زمین نندازی پیرزن گفت بگو مادر دیگه کاسه صبرم لبریز شد مراد گفت راستشو بخوای چند روزیه که فهمیدم اگه من اینطوری بخوام پیش برم به هیچ جا نمیرسم و کلام پس معرکه است برای همین میخوام راهی فرنگستون بشم بلکه بتونم دختر شاه اونجا رو معالجه کنم و برای همیشه خوشبخت بشم پیرزن تا این حرف رو از پسرش شنید تنش مثل بید بنا کرد به لرزیدن و اشک از چشمه چشمش جاری شد و گفت ای خدا از اون چه که می ترسیدم به سرم اومد پسرم فکر فرنگستون رو از سرت بیرون کن ما آدمای یلا رو چه به فرنگستون فرنگستون به درد اون آدمایی میخوره که پولاشون از پارو بالا میره و چشم دلشون از همه سکه های دنیام سیر نمیشه نه ما که نمیدونیم فردا آب و نونی تو سفرمون هست یا نه بگذاریم که با این وضع خدا رو صد هزار مرتبه شاکریم که محتاج هیچ کس نشدیم و تا به حال آبرومون پیش هیچ مخلوقی نریخته و هر چی بوده از زندگیمون راضی بودیم مگه اینطور نبوده عزیز دل مراد گفت نه مادر تا کی من باید هر روز کار کنم و جون بکنم تا کی باید تو سرمایه زمستون و گرمای تابستون برای به دست آوردن قوت لایموتی اینطور زحمت بکشم منم مثل خیلیا دوست دارم پولم از پارو بالا بره و حساب مال و داراییم از دستم بیرون بره و این ممکن نیست مگر به رفتن من به فرنگستون اونجا خوشبختی در انتظار منه مادر پیر هرچی بالا و پایین رفت و این در اون در زد به گوش مراد فرو نرفت که نرفت و جوون دوتا تا پاشو تو یک کفش کرده بود که الا و بلا هر طور شده من باید راهی بشم پیرزن وقتی دید پسرش برای رفتن عزمش رو جزم کرده آه سوزناکی کشید و گفت باشه پسرم گفتن از من بود دیگه خود دانی آن کس که راه دارد و بیراه می رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش القصه مراد از همون ساعت دست به کار شد و پیش در و همسایه رفت و سراغ دوست و آشنا و خیش و قوم رو گرفت و از هر کس که میتونست چندین و چند سکه قرض گرفت و به همشون هم قول داد که به زودی اوضاعش رو برا میشه و قرضاشو میپردازه دو سه روز بعد دیگه آماده سفر بود آماده رفتن به فرنگستون پیرزن در حالی که از غم و غصه رفتن تنها فرزندش سینش پر از درد و اندوه شده بود او رو با آه و ناله و اشک و گریه بدرقه کرد مراد کوله بارش رو بر دوش کشید و راهی شد اون هنوز از ولایت خودش بیرون نرفته بود که یه دفعه نزدیک دروازه های شهر صدایی شنید کجا جوون؟ فرنگستون؟ مراد سر برگردوند و مردی رو دید که داره به طرفش میاد ترسید و دست و پاش لرزید مرد غریب در حالی که لبخندی بر لب داشت جلو اومد و دستی به شونه مراد زد و گفت نه ترس جوون من نه گزمم و نه معمور حکومتی ولی بدون اگه قصد رفتن به فرنگستون رو داری باید از راهش وارد بشی وگرنه هیچ وقت به اونجا نمیرسی مراد گفت خیر ببینی بگو چطور میتونم برم فرنگستون مرد مراد رو به گوشه ای دور از انظار برد و گفت خود من تا حالا هزار تا جوان رو که مثل تو آرزوی خوشبختی داشتن راهی کردم تو این همه جوون نمیدونم چرا به دلم براد شده تو یکی از عهده مداوای دختر شاه فرنگستون بر میاد حالا چه راز و رمزی تو این کار هست آگاهان دانند یا شانس و یا اقبال مراد که از این حرف مرد غریب از خوشحالی قند تو دلش آب شده بود گفت خب حالا زود بگو که راه من کدومه و چطور میتونم زودتر به مقصد برسم مرد غریب گفت امشب رو باید مهمون من باشی اونجا همه چیز رو برات میگم اوضاع شهر اونطور که باید و شاید آروم نیست و اگه پا سر سوزنی این طرف و اون طرف بذاری جایی میری که عرب نینداخت مراد که هوای رفتن به فرنگستون دلش رو برده بود همراه مرد غریب به خونه او رفت تا ببینه بالاخره چطور باید از شهر و ولایتش بیرون بره اون روز رو مراد در خونه مرد غریب گذروند غریب هر چی که میتونست از زیبایی ها و آبادی ها و چشم سار ها و چرخ فلک ها و شهرهای زیبا و بناهای بزرگ و باشکوه و غذاهای چرب و شیرین فرنگستون برای جوان گفت و حسابی دهن او رو انداخت شب که شد مراد دیگه حسابی بیتابی میکرد و دلش میخواست هر زودتر راه بیفته غریبه گفت شوقی که در دل تو موج میزنه حکایت از اون داره که تو به مرادت میرسی یا شانس و یا اقبال ولی جوون همونطور که از قدیمم هم گفتن حساب حساب کاکا برادر تو برای مداوای دختر شاه فرنگستون این همه زحمت رو به جون میخری و صد البته که مزد و پاداش خودت رو هم از کف با کفایت شاه فرنگستون میگیری حالا خودت انصاف بده من که تو این بگیر و ببند راه رو از شاه نشونت میدم نباید به نون و نوایی برسم مراد که دیگه حوصله چونه زدن و بالا و پایین رفتن نداشت گفت چرا؟ هرچی که بخوای بهت میدم ولی طوری باشه که چند سکه یم ته کیسه من باقی بمونه آخه هنوز من راه دور و درازی رو در پیش دارم و خدا میدونه چه بلاها و گرفتاری هایی در انتظار منه که شاید خبرش به گوش پلکم نرسه غریبه گفت نجفون من اگه میخواستم کسی رو سرکیسه کنم حال و روزم بهتر از این بود که میبینی دست و نیت من کار خیر و راه انداختن کار جوون هاست چه مزد و پاداشی بیشتر از این که جوونی مثل تو اونم از شهر و ولایت خود من بتونه دختر شاه فرنگستون رو مداوا کنه غرض من از هر جوونی که راهیش کردم دویست سکه گرفتم بی برو برگرد ولی حاضرم از تو صد سکه بگیرم اونم به یک شرط اون شرطم این که اگه موفق شدی و درد بی درمون دختر شاه فرنگستون رو مداوا کردی گوش چشمی هم به من داشته باشی و دست منو هم بگیری ای جوون همونطور که تو چهرت خونده میشه تو به مرادت میرسی یا شانس و یا اقبال مراد اسم صد سکه رو شنید از ترس و تعجب سرش سود کشید ولی چون آرزوی رسیدن به فرنگستون آروم و قرار رو ازش گرفته بود قبول کرد و گفت باشه این مرد صد سکه پسنداز ده سال کار و تلاش منه اما چه کنم که آرزوی رفتن دارم و غیر از این که این مبلغ رو به تو بدم چاره دیگه ای ندارم مراد این رو گفت و صد سکه به مرد غریب مرد غریب در حالی که سکه ها رو میشمرد خندید و گفت زیر این آسمون کبود و روی این زمین بزرگ جوونی خوشبخت است پیدا نمیشه یا شانس و یا اقبال حالا خوب گوشات و واکن و شیش دنگ حواست پیش من باشه اولا تو نمیتونی همین طوری از دروازه شهر رد بشی چون معموران حکومتی جلوتو میگیرن و برت میگردونن پس باید شبونه دور از چشم گزمه ها بزنی به کوه و دشت و صحرا و از بیراهه بری دوم قبل از اینکه راهی بشی باید هفت تا بره جوون بخری و با خودت ببری مراد گفت این که خیلی سخته بره جوون که خیلی نایاب و گرونه بیراه رفتنم که پر از خطر و هزار مار و افعی و اغربه راه بهتری رو نشون من بده غریبه گفت پس چی؟ هر که تاووز خواهد جور هندستان کشد فکر کردی به همین راحتی میتونی خوشبخت بشی؟ هفت برای جوون گرون و نایابه باید بخری بیراهه پر از مار و افعی و اغربه باید ازش بگذری به این راحتی که نیست مراد گفت خب بعد چه کار کنم؟ مرد غریبه سکه ها رو تو کیسه ای ریخت و گفت وقتی به سلامت از شهر بیرون رفتی هفت بره جوون رو دنبال خودت راه میندازی و هفت شبانه روز به طرف مغرب پیش میری تا اینکه به یک کوه سیاه میرسی بالای کوه سیاه مرغ آتشبال آشیونه داره پای کوه سیاه که رسیدی فریاد میزنی و مرغ آتشبال رو صدا میزنی مرغ آتشبال از کوه پایین میاد و هفت بره جوون رو توی چشم هم زدن میبلعه اون وقت تو رو سوار خودش میکنه و بعد از سه روز صحیح و سالم به فرنگستون میرسونده از اونجا به بعدم فراشان شاه فرنگستون به دادت میرسه الحکایت فردای اون روز مراد رفت و با هر سختی و مرارتی که بود هفت بره جوون رو خرید و شبونه از شهر بیرون رفت و افتاد تو بیراه ها بله عزیزان مراد شبونه به راه افتاد و رفت تو راه بارها زمین خورد و خونین و مالین شد بارها نیش مار و اغرب رو نوش جان کرد خسته و کوفته شد و بیداری ها کشید تا اینکه بالاخره بعد از هفت شبانه روز به همراه هفت بره جوان راه سپردن به طرف مغرب به کوه سیاه رسید پایین کوه در حالی که دیگه نای ایستادن نداشت فریاد کشید آی مرغ آتشبال بال جوونی هستم آرزومند آرزومند رسیدن به فرنگستون از راه دوری اومدم پایین بیا و با خوردن هفت بره جوون من شکمی سیر کن و در عوض منو به مقصدم برسون دوستان هنوز چیزی از صدا زدن مراد نگذشته بود که یه دفعه آسمون از دود و دم مرغ آتشبال سیاه شد و اون به سرعت برق از بالای کوه پایین اومد و در یک چشم برهم زدن هفت بره جوان رو بلعید و با صدای رعد مانندش روی زمین نشست مراد در حالی که از خوشحالی سر از پانه می شناخت سوار مرغ آتش بال شد مرغ آتش بال غرید و مثل حیولای بزرگی خودش رو از زمین کند و بلند شد در یک آن مراد دید بین زمین و آسمون معلقه و ترس و دل هره جای شادی رو در دلش گرفت با خودش گفت اگه این مرغ آتش بال با این سرعتی که داره میره گرفتار طوفان بشه یا به کوه بخوره یا تو دریا بیفته من چیکار کنم ولی دوستان نگرانی مراد بیخود بود چون دید مرغ آتش بال اونقدر درست و سبک بال پرواز میکنه که آدم احساس نمیکنه در حال پروازه از اون به بعد مراد قوت قلبی گرفت و آرامش خاطری پیدا کرد مراد از اون بالا سرزمین ها و شهرها و ولایاتی رو دید که تا اون موقع ندیده بود و پرندگان و خزندگان و چرندگانی رو دید که حتی اسمشون رو هم نشنیده بود القصه بعد از سه روز مرغ آتش بال به فرنگستون رسید و مراد رو رو زمین گذاشت مراد یه دفعه چشم باز کرد و دید به به عجب جایی اومده و پا تو چه سرزمینی گذاشته سرزمین دیدنی های ندیده و شنیدنی های نشنیده و خوردنی ها و نچشیده با خودش گفت دیدی کم مونده بود این مادر پیر منو از این همه نعمت محروم کنه واقعا که راست میگفتن که پدر و مادرها فکرشون قدیمیه من کجا و اینجا کجا مراد تو این فکرها بود که یه دفعه مردی رو جلوی خودش دید مرد که به نظر می اومد از فراشان شاه فرنگستونه لباس عجیب و غریبی تنش بود و موهای طلایی و چشمای آبی داشت مراد بی اون که بخواد طرف اون مرد رفت و گفت من برای مداوای دختر شاه فرنگستون به اینجا اومدم فراش فرنگی گفت خوش اومدی منم اومدم تا تو رو راهنمایی کنم مراد از این که همزبونی پیدا کرده بود خوشحال شد و گفت شما چقدر خوب زبون ما رو بلدید فراش گفت جوونایی از هفتاد و دو ملت به فرنگستون میان ما باید همه زبونی رو بلد باشی مراد پرسید حالا من باید کجا برم فراش فرنگی گفت دنبال من بیا مراد و فراش فرنگی راه افتادن و رفتن تا به خونه بزرگی رسیدن مراد تا وارد شد چند نفری جلو اومدن و حمامی رو نشونش دادن مراد فهمید که باید تو حمام گرد و غبار سفر طولانی رو از سر و صورت خودش پاک کنه بعد از حمام کردن او رو بردن تو سفره خونه تو سفره خونه غذاهای جور و جور و شربت خوش رنگ و روی آوردن که تنها با دیدن اونها هوش از سر جوان پرید مراد بعد از اینکه شکمی از عزا در آورد به وسیله فراش های دیگه به اتاق بزرگ و قشنگی رفت که چشماش از دیدن اونجا چهارتا تا شد فراش فرنگی که زبون مراد رو بلد بود به اتاق اومد و گفت تا فردا اینجا استراحت کن و خوش باش صبح زود با هم میریم قصر شاه مراد از شنیدن این حرف اون چنان خوشحال شد که بی اختیار جیغ کشی خلاصه تو اون اتاق گرم و نر اونقدر به مراد خوش گذشت که نفهمید چطور اون روز و اون شب رو به صبح رسوند صبح فردا همون فراش فرنگی دنبالش اومد و گفت که دیگه باید راه بیافتن مراد لباس پوشید و از خونه بیرون اومد و جلوی در خونه کالسکه زرینی رو دید یه خدمتکار که رو رکاب کالسکه زرین ایستاده بود با دیدن مراد پایین پرید و در کالسکه رو براش باز کرد مراد رفت و تو کالسکه نشست دیگه احساس میکرد اون چرا که میخواسته بهش رسیده اون شهر و ولایتش رو از یاد برد و از قوم و خیشا و دوستان و آشنایانش بدش اومد نفهمید که چطور حرف اون مرد غریب یادش اومد که گفت یا شانسو یا اقبال جوون دیگه خیالش تخت شد که به زودی خوشبخت میشه و با فراغ بال و آسودگی خیال با جلب رضایت شاه فرنگستون زندگی تازه ای رو شروع میکنه تو این فکرها بود که به قصر رسیدن از کالسکه زرین پیاده شد و همراه فراش فرنگی به طرف قصر به راه افتاد تو نگاه اول قصر همون شکل و شمایلی رو داشت که حد زده بود ولی نزدیکتر که رفت دید عجب این قصر هیچ پایه ای نداره و بین زمین و آسمون معلقه دور تا دور بنای قصر پر از گلها و درختهای عجیب و غریب بود گلای درشت و رنگارنگ و درخت های کوچیک و بزرگ با برک درخشان رنگ قصر سفید بود مثل برف و چراغهایی دور و بر و توی اون روشن بود که نه مشعل بود و نه پیسوز وارد قصد شدن و از بله های پیش در پیش گذشتن تا اینکه بالاخره به جایی رسیدن که جوانای زیادی از شهرها و ولایات دور و نزدیک صف کشیده بودند. مراد که تا این وقت فکر میکرد فقط خودش وارد قصد شده حالا دید نخیر جوانای آرزومنده مثل اون خیلی هستن مراد تو صف که ایستاد شروع کرد با خودش تمرین کردن که وقتی بالا سر دختر شاه فرنگستون رسید چطور ازش احوال پرسی کنه و چه چیزایی بگه که اون بخوره تو همین وقت یه دفعه پیرمردی رو دید پیرمردی از هم بلایتی های خودش خوب که نگاه کرد اونو شناخ امونظر نظر مراد که میخواست هرچی بیشتر از اوضاع اونجا سر در بیاره امونظر رو صدا زد پیرمرد جلو اومد و با دیدن مراد زار زار شروع کرد به گریه مراد پرسید امونظر تو کجا و اینجا کجا تا جایی که من میدونم فقط جوانا میان دختر شاه فرنگستون رو مداوا کنن از اون گذشته تو چرا گریه میکنی؟ امون نظر گفت کدوم دختر؟ کدوم مریضی؟ این حرفا چیه که میزنی؟ مراد گفت امون نظر تو هم که حرف قدیمی ها رو میزنی؟ مگه نمیبینی رنگ این دنیا با دنیای ما چقدر فرق داره؟ اینجا خوشبختی در انتظار جوان هاست امون نظر در حالی که اشکاشو پاک میکرد گفت این خوشبختی فقط یه افسانه است منم اومدم دنبال پسرم پسر منم مثل تو اومده بود برای مداوای دختر شاه فرنگستون یه مرد غریب تو شهر خودمون اونو روونه اینجا کرد مردی که صد سکه یه طلا ازش گرفت و بهش گفت تو پیشونیش خونده که به زودی خوشبخت میشه و از میون هزار جوون شانس و اقبال فقط با اونه مراد که با این حرف یکم جا خورده بود پرسید خب امونظر حالا پسرت کجاست؟ امونظر گفت خدا میدونه اونطور که من خبردار شدم شاه فرنگستون جوانهای هفت اقلیم رو به اینجا میکشونه ولی از دخترش هیچ خبری نیست و همه اون سر و صداها دروغه جوانها از اینجا وارد زیرزمینی میشن که کیمیاگران فرنگی تو اون نشستن اونا خون جوانها ها رو میگیرن برای عرابه آتشین شاه فرنگستون آخه عرابه آتشین شاه فرنگستون فقط با خون جوان که راه میره اینطوری اون سوار عرابش میشه تا دنیا رو به زیر فرمان روای خودش در بیاره اگه خون جوانها ها نباشه شاه فرنگستون هیچ وقت نمیتونه یه قدم از ولایتش دورتر بره مراد که با این حرف های امونظر به فکر فرو رفته بود گفت حالا باید چیکار کنم؟ اما نظر گفت زود جون تو وردارو برو مراد که گیج و منگ شده بود با ترس و لرز از قصر فرار کرد اما حالا نمیدونست میون این مردمی که زبونشون رو نمیدونه چی بگه و چه بکنه در حالی که نمیدونست چی داره میگه به هر کس که میرسید اسم ولایتشون رو میگفت و ازش میخواست که بگن خونه مرغ آتش بال کجاست ولی هیچ کس جوابی بهش نمیداد و همه بهش میخندیدن اون از روی حواس پرتی به این و اون تنه میزد و گاهی رو زمین میافتاد تو این گیرودار یه دفعه صدای خنده عده زیادی از بچه ها رو شنید پشت سرش رو نگاه کرد دید بچه ها دورش کردن و دارن او رو هو میکنن مراد پا به فرار گذاشت میخواست با پای پیاده از فرنگستون فرار کنه ولی مگه میشد فرنگستون کجا و شهر خودشون کجا همینطور که داشت میدوید یه دفعه چند تا گزمه فرنگی جلوی سبز شده مراد تا اومد به خودش به جنبه دید دست و پاشو بستن و میخوان ببرنش نگاهی به گزمه های فرنگی انداخت دید اونا دارن با اشاره سر و چشمک زدن میگن که این جوون دیوونه شده و باید معالجه بشه دل مراد پر از درد شد و همه ی آرزوهای خودش رو نقش بر آب دید یاد مادر پیرو شهر و ولایت و دوستان و آشنایانش افتاد دلش میخواست میتونست فریاد بزنه و از همونجا به هم ولایتیش بگه که اون جارچی غریبه چه کلاه گشادی سرش گذاشته و از اونها بخواد که گوش به حرف اون جارچی غریبه ندن ولی چه فایده؟ صدای اون جارچی غریبه کجا میگذاشت که صدای او به گوش کسی برسه؟ حالا دیگه تنها کاری که از دستش ساخته بود این بود که مثل ابر بهاری اشک بریزه و گریه کرد